دیدار رهبران کره شمالی و جنوبی و تاکید بر اتم زدایی از شبه جزیره کره زمینه خوبی برای ملاقات آتی پرزیدنت ترامپ با رهبر کره شمالی فراهم کرده است. اما برخی از تحلیلگران معتقدند که هنوز نمیتوان در این خصوص با اطمینان اظهار نظر کرد. هوشمند میرفخرایی گزارش میدهد. کیم جون اون رهبر کره شمالی و مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی در بیانیه پایانی دیدار تاریخیشان بر اتم زدایی از شبه جزیره کره و برقراری صلحی پایدار بین دو کشور همسایه تاکید کردند. رئیس جمهوری آمریکا نیز روز گذشته در کنفرانس خبری مشترک با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن استقبال از دیدار گرم رهبران دو کره اظهار امیدواری کرد که رهبران آمریکا و کره شمالی بتوانند در ملاقات آتیشان به مفهوم اتم زدایی از شبه جزیره کره جامعه عمل بپوشانند. این واقعا کاری است که امیدوارم بتوانم برای دنیا انجام بدهم، چون این مشکل خیلی بزرگتر از آن چیزی است که تنها مربوط به آمریکا باشد. اما برخی از تحلیلگران آمریکایی معتقدند که گفته‌های رهبران دو کره از کلیگویی فراتر نرفته است. تا به حال تنها قول و قرار بوده و به جز تحقیق آزمایشات اتمی و موشکی توسط کره شمالی هنوز اقدام ملموس دیگری انجام نداده است. کیم جون اون رهبر کره شمالی پیشتر در توجیه تمایل کشورش برای توقف آزمایشات اتمی و موشکی گفته بود پیونگ یانگ به اندازه کافی در این خصوص پیشرفت کرده و عملا به صورت یک قدرت اتمی در آمده است. چچه کیم جون ویونجانگون هنباندو ملاقات رهبران کره نشان داد که رهبر کره شمالی درک خوبی از اهمیت بهبود روابط کشورش با دنیای خارج دارد، ولی نتیجه مذاکرات او با رئیس جمهوری آمریکا میزان صداقت کره شمالی در دست برداشتن از تسلیحات اتمی و موشکیش را تعیین خواهد کرد. کاخ سفید میگوید تا توقف کامل و غیرقابل بازگشت آزمایشات اتمی و موشکی کره شمالی فشار حداکثری بر آن کشور ادامه خواهد داشت. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا.